توی این قسمت قراره که یه بازی رو با هم دیگه انجام بدیم که خیلی ساده است و با استفاده از چیزایی که تا الان یاد گرفتیم به اضافه آرایه ها و فور و چیزای دیگه. میریم تو اسلایدا که ببینیم که اون چیه. اسم بازی پالیندرومه، امیدوارم تلفظش رو درست گفته باشم. بازی این شکلیه که باید کلماتی رو بگی که از اولش که میخونی با اینکه با از انتها بخونی به اول همون کلمه بشه. مثلا لول، لول رو اگه بخونی لول، از آخرم بخونی میشه لول. پاپ از اول به آخرم میشه پاپ، مام، باب، همه اینا. خب بنابراین میریم نگاه کنیم که اینو چطوری میتونیم پیاده بکنیم. میدونیم که برای اینکه این کارو انجام بدیم اول باید از کاربر یه کلمه رو بگیریم، بگیم که مثلا یه کلمه بگو. خب بعد بریم اونو کلماتش و حروفش رو، یعنی در اصل از آخر شروع کنیم خوندن. خب اونو جدا ذخیره بکنیم و ببینیم حالا این کلمه که از آخر خوندیم با اون کلمه که کاربر وارد کرده یکی هست یا نه، به همین سادگی. و اگه یکی بود مثلا یه امتیاز گرفته کاربر، بعد میریم تا ببازه مثلا. خب پس میریم اینو انجامش بدیم. میام اینجا. الان من دارم از ویژوال استودیو استفاده میکنم. یه دلیلش هم اینه که اینا رو سویچ میکنم به خاطر اینه که شما هم با وی اس کد آشنا بشین هم با ویژوال استودیو آشنا بشین، به خاطر اینه که بین اینا هی ما بک اند فورس سویچ هم میکنیم. خب پس میام اول میگم که استرینگ ورد یا مثلا input word. اول اینو میذارمش خالی، بعد از کاربر میپرسم که کلمه ای که میخوای رو وارد کن. console write line enter your keyword. کاربر الان میاد وارد میکنه. موقعی که وارد کرد اینو میریزم داخل همین در اصل input word. خب تا اینجا کلمه کاربر داریم، حالا بعد از انتها بخونیمش. خب یه نکته اینه که ما با کر آشنا شده بودیم دیگه، میتونیم کلمه رو تبدیل کنیم به حروف. خب آرایه از حروف چطوری؟ بگم که من یک آرایه‌ای دارم. خب میذارم letters یعنی حروف، که این کلمه که وارد شده رو تبدیلش میکنم به آرایه از حروف. برای این کار روی string میتونیم بزنیم dot to char array، یعنی اینو تبدیل کن به آرایه از حروف. خب پس حالا اینجا آرایه حروف هم که داریم. خب حالا مرحله بعد اینه که یه دونه حلقه می نویسم که حلقم برعکس چیزای قبل باید از کلمات آخر شروع بشه به کلمات ببخشید از حرفای آخر شروع بشه به حروف اول. خب بنابراین من اینجا یه اینتیجر تعریف میکنم i، تا آیم دیگه از صفر شروع نمیشه. از چی شروع میشه؟ از اون طول آرایهه. طول آرایه هم میشه تعداد حروف اون کلمه هم. پس مثلا لنت. گفتیم لنت منهای یک به خاطر اینکه بیرون از آرایه نره. خب شرطش چیه؟ شرطش اینه که تا زمانی اینو انجام بده که آی مثلا بزرگتر از صفر باشه دیگه. یعنی از آخر بخون به اول، به صفر رسیدی دیگه رها کن. خب هر دفعه چیکار کن؟ قبلا میگفتیم هر دفعه i پلاس پلاس، اینجا میگیم هر دفعه i ماینس ماینس. چرا؟ چون میخوایم از آخر بیایم به اول. خب حالا برای اینکه تست بکنیم فقط بیایم اینا رو بنویسیمش. console write line
خب برای بنویسیمش باید اون خونه ای که در از آرایه در از حلقه داره تکرار میشه رو اون خونه رو بخونیم. گفتیم برای خوندن آرایه میایم میگیم اسم آرایه رو میذاریم letters، بعد خونهش رو مشخص میکنیم خونه آی. خب آی مثلا من اگه بنویسم باب سه حرفیه، خب باب سه حرفیه، سه منهای یک میشه دو، خونه دو رو میخونه میشه بی. حالا ببینم اینجا می نویسه اینو ران میکنه، اینو ران میکنه. interior word مثلا میزنم باب. خب اینجا ببینید خیلی ریز نوشته بی او بی. خب باب، حالا اینو میبندمش، اینو میبندم و میبینم که تا اینجا درست رفتم. ادامهشو مینویسم، این ارورا رو ببندم. خب ادامهشو مینویسم. خب حالا فهمیدم که این کار تونستم بکنم. حالا به جای اینکه اینا رو بریزم اینجا، میام یه دونه استرینگی تعریف میکنم. استرینگ این اینپوت ورد بود، این یکی میذارم مثلا فاینال ورد. خب یه فاینال ورد اینجا تعریف میکنم. خب نوشتنش که اهمیت نداره، پاکش میکنم. میگم حرفا رو میخونی دونه دونه بریز توی فاینال ورد. خب پس letters تونه آی. خب در از چی کار کن؟ فاینال ورد رو، یعنی همین مقداری که الان داری رو به اضافه یه دونه کرکتر آخریه بکن. خب اینجا میام چک میکنم که این دوتا فاینال ورد و اینپوت ورد آیا یکی هستن یا نه. پس میگم if فاینال ورد مساویه با اینپوت ورد بود، اینا یکی هم. خب console.writeline that's correct. اگر نبود که یکی نیستن و میگم که شرمنده اشتباه کردیم. پس console.writeline that is not correct. خب حالا من اینجا میتونم از اون بریک هم استفاده بکنم. چیکار بکنم؟ میخوام بازیمو توی یک بار انجام نشه دیگه، بیام توی یه وایل بذارم. خب توی من که وایل بذارم یه بولیان تعریف میکنم، میگم گیم اوور. گیم اوور میگم در حالت عادی هنوز نشدی. کجا میشی موقعی که اشتباه بنویسی؟ وایل گیم اوور نیستی، تا زمانی که گیم اوور نیستی همه این کدا رو میذارم اون تو، برای اینکه بازی من یک بار انجام نشه، چند بار انجام شه، انقدر انجام شه تا من بسوزم. خب کی میسوزم؟ اینجا. خب پس اینجا میزنم game over is true، یعنی دیگه بازی تموم شد، یعنی رفتی توی while دیگه بیا اونو بنویس، یعنی دیگه ادامه نده بازی رو. خب میتونم یه score هم تعریف کنم این بالا، بگم int score. خب score من مثلا از 0 شروع میشه. اگر که حالا درست نوشتم score رو، اسکور رو چیکار میکنم؟ زیاد میکنم یه دونه. در انتها میام اینجا میگم که console.writeline your score is مثلا که نه، واقعا این اسکور. خب اینجا خیلی لزومی نیست، ولی میتونم بریک هم بذارم که کلا مطمئن شم از لوپ میاد بیرون. خب موقعی که لوپ اومد بیرون دیگه نمیخوام بنویسم
که یعنی نمیخوام دیگه بیاد این کنسول رایت لاین رو بنویسه. بیاد چی رو بنویسه؟ بنویسه که game is over and your score is فلان. دیگه اینو نمینویسه. پس موقعی که به اینجا برسه از لوپ میاد بیرون و مستقیم میاد تو اینجا. خب حالا میام برنامه رو ران میکنم ببینم که چه اتفاقی میفته. بعد به من بگه که عددتو وارد کن. یه چک بکنم ببینم که خب اینجا یه اشتباهی کردیم ما. اون پیغامو که enter your word رو باید بذاریم هر دفعه توی while به من بده. پس میذارمش اینجا copy paste. یه بار دیگه رانش میکنم. از مگنیفایر استفاده کنیم. انقدر این کوچیک می نویسه که ما باید اینو زومش کنیم. خب اگه کامپیوتر ما بتونه اینو ران کنه در نهایت، اینجا الان باید به ما بگه که خب مثلا اینکه نتونست، بنابراین یه بار دیگه اینو ران میکنم. خب آها، به خاطر اینه که ما اینجا هم اینو اشتباه نوشتیم. اینپوت وردم میذارمش پایین. چرا؟ من اینپوت ورد رو گذاشتم بیرون در صورتی که میخوام تو این وایله اون کلمه رو بخونه. پس همه اینا رو میذارم اون پایین. هر دفعه هم که میرسه فاینال ورد ریست بشه. خب این خطای اضافه را هم که نمیخوام. یه اینپوت ورده، یه فاینال ورده، گیم اوور، اسکور. دیگه میریم این عملیات رو داخل این وایل انجام میدیم. هر دفعه فاینال ورد ریست بشه، اینپوت ورد رو بگیر، تبدیلش کن به آرایه کاراکترها، دونه دونه از آخر بخون و ببین با هم دیگه یکی هستن یا نه. خب میام یه بار دیگه اینو اجرا میکنم. خب چرا بعد ببینیم که حالا اینجا چه چیزی رو اشتباه گذاشتیم. گیم اوور، نه اشتباه گذاشتیم اینو. باید بگیم که تا زمانی که گیم اوور نیست بازی رو ادامه بده. اگه گیم اوور نیست، الان نیست، بازی رو ادامه بده. خب یه بار دیگه حالا مگنیفایر باید ببینیم که چرا اجرا نشد. اینجا این پیغام رو باید بالاتر بذاریم که پیغام رو چاپ کنه. بعد از ما میخواد که کلمه رو وارد کنیم. این دیباگم ور میدارم. Enter your word. خب میگم که مثلا باب میگه that's correct, your score is one. Okay. Enter your word mom. Okay. Level. حالا یه اشتباه میزنم مثلا job. That's not correct. Game is over and your score is 3.
اینو میبندم، با همدیگه دوباره کد رو چک میکنیم. یک کلمه ورودی دارم، یک کلمه نهایی دارم، چک میکنم ببینم بازی تموم شده یا نه. اسکور رو دارم و هر دفعه فاینال ورد رو ریست میکنم. از کاربر میخوام کلمهش رو وارد کنه، کلمهش رو میگیرم به عنوان استرینگ، میریزم تو اینپوت ورد، بعد تبدیلش میکنم به آرایه ای از حرفا، آرایه که یاد گرفته بودیم. حالا حرفا رو از آخر میرم میخونم، یعنی اینجا یه حلقه ای میزنم که از آخرین کلمه، آخرین حرف اون کلمه شروع بکنه بره به اولین حرفش و دونه دونه اون حرفا رو بریزه توی فاینال ورد. خب فاینال ورد رو که ساخت، یعنی حلقه اومد بیرون، چک کنم ببینم که با اون کلمه اولیه یکی هست یا نه. اگر یکی هست اسکورم رو یه دونه زیاد میکنم و بهش میگم که دمت گرم مثلا درست نوشتیم. اگر یکی نیست کلمه، مثلا جاب که من وارد کردم مثلا برعکسش کنیم میشه بی او جی، خب معنی نمیده. اونجا دیگه تو این ایفه نمیاد، میاد اینجا میگه که کلمت وارد اشتباه وارد کردی، بازی هم تموم شد، خدافظ و بریک، بیا بیرون. میاد بیرون دیگه نمی نویسه your score is plan، خب و میگه که game is over and your score is امتیازی که تا الان گرفتی. پس ما با آرایه ها و حلقه ها و بریک و فور یه دونه بازی با هم دیگه تمرین کردیم، نوشتیم. نکته اینه که شما هم باید حتما اینا رو برین تمرین بکنین. اینا بهتون هینت میده که میشه یه سری چالش هایی رو درست کرد و رفت براشون سلوشن پیدا کردش. منتها اینه که تا اینا رو تمرین زیاد روش نکنین و دیباگ نکنین، دنبال نکنین کدتونه که داره چه اتفاقی میفته، این استپ نهاییش کامل نمیشه که یادگیریتون کامل بشه و برای همیشه تو ذهنتون بمونه. بنابراین حتما اینو انجام بدین و و و این برنامه رو اگر تونستین اکستندش بکنین و در اصل توسعهش بدین که بتونه یه بازی خیلی باحال تر بشه.